میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این روز جمعه، ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم. البته هفته پرتب و تابی بود، هم از باب خبر و اطلاع و هم اینکه ما مشکل در حقیقت پخش داشتیم به خاطر اینترنت و مسائل مبتلا به. توضیح دادم که حتی اون تلویزیون های بزرگ، چه میدونم CNN، نمیدونم الجزیره، هر کدومشون رو که میخواین حساب بکنن، ایران اینترنشنال، اینا که اینا چندان بزرگ نیستن، ولی مثلا خود BBC، وایس اف امریکا، اینا خب خیلی گندن. اینا هم روی همین شاخ اینترنت سوارن، یعنی اگه تو اینترنتت درست نباشه نمیتونی امواج و سیگنال رو در حقیقت ارسال کنی به ساتلایته، چون ساتلایت نقش آینه رو بازی میکنه و این امواج میره میخوره به این آینهه و آینهه ریفلکت میکنه برمیگردونه به سمت پایین و این زاویه آینه، جهت آینه، چون وقتی این توی مدار قرار میگیره دیگه اونجا ثابت رو همونجا وامیسته، ولی این زاویه آینه است که تعیین میکنه که کجا کدوم منطقه رو بگیره. و اگه شما مثلا فرض کنید یه چراغ قوه روشن کنی و روی صفحه قرارش بدی، هر چقدر که شما فاصلتون رو از این صفحه زیاد کنی میبینی که شعای دایره بیشتر میشه، ولی تو اون مرکز دایره نور پررنگتره. بنابراین اگر رسیورها توی اون مرکز باشن، خب طبیعتا امواج رو بهتر دریافت میکنه. هرچی از اون شعاع دور باشه خب کمرنگتره و امواج سخت‌تر میرسه. اما امروز دیگه این داستان هم بازم تغییر کرده، برای اینکه همه چی اومده روی استریم و شما با یه باکس کوچولو تو خونتون که مودم بهش میگن، با اون مودمه این امواج رو دریافت میکنید و میگیرید. و اگه اینترنت پاش بلنگه، که پای اینترنت ما میلنگه و من توضیح دادم که از ما به عنوان کامرشال پول میگیرن ولی اینترنت خونگی و معمولی در اختیار ما قرار میدن و اینم داستان جنگل آمریکاست، یعنی زوردارا همیشه کوچوها رو میخورن و تو زورت هم نمیرسه بهشون، یا گردن کلفت میزنت زمین، کاری هم باش نمیتونی بکنی. اما امیدوارم که هفته بنده این مشکل رو بتونیم دیگه ریشکن کنیم به طور کلی، امیدوارم این اتفاق بیفتد. ولی در این لحظات که فعلا خوبیم، ولی از همه دوستان عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که امروز در دو بخش اول برنامه اتفاق افتاد. برنامه دوست خوب ما آقای کامبیز فکری شاهنامه و این روایت تازه شاهنامه از تاریخ اسلام و شاهنامه که کامبیز فکری انجامش میده، کاری بسیار بسیار ستودنی و نو در حقیقت، نداشتیم تا حالا در هیچ رسانه این نگاه به شاهنامه رو هیچ کس مطرح نکرده. و از مریضات به کامبیز فکری و کاری که داره انجام میده و محبتی که به میهن تیوی داره و برنامه هاش رو در اختیار ما قرار داد، ازش صمیمانه سپاسگزارم. همطور هم برنامه آقای شاهین‌پر که میدونی که این برنامه شاخه های این درخت کهن روزایی که یه برنامه است مختص تلویزیون ایران فردا، با اجازه دوست خوبم و اطلاع آقای دکتر علیرضای نوریزاده ازش خواهش کردیم، پذیرفت. ما اون برنامه های گذشته شاخه های این درخت کهن رو روزهای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مصداقی از این کانال پخش میکنیم و میتونید در تکرار و امواج رادیویی صداش رو هم بشنوید. اما جمعه است، این ساعت ساعت رفتن حضور دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز. اجازه بده که
از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این دوست قدیمی خودم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و پشتیبانان تلویزیون میهنی میهن، آخر هفته خوبی رو برای همگان در آمریکا، در اروپا، به خصوص در ایران عزیز، در سراسر دنیا هر کی صدای ما رو شنوین آرزو میکنم و اجازه بدید که قبل از شروع دعای سلامتی کامل و خواستار باشم از پروردگار که بهبودی کامل به آرمیتا بده، برای اینکه یک بار دیگه چنگال پرید جمهوری اسلامی در اومد و یکی از دختران زیبای این سرزمین رو به چنگ خودش کشید. بفرمایید. واقعا و اینا تارگت میکنن، هدف میذارن و میرن سراغ، خوب گفتی، دختران زیبا و میرن سراغ اینا. چه حسادتی دارن، چه بیماری دارن و این بیماری از کجا نشأت میگیره، این سادیسمشون چیه واقعا، و عجیبه. البته یه خبرهای بد هم میاد، خبرهای زشت شوم، از اینکه اعلام میکنن که مثلا آرمیتا رفت ولی بعد دوباره میگه آقا نه، خبر صحت نداره. مثلا یه عده گفتن که آقا رادیو همراه آقای دکتر هولاکویی اعلام کرده، در حالی که رادیو همراه رسما اعلام کرده که آقا ما همچی حرفی نزدیم. و این سایبری های رژیمن و دارن تست میکنن یه جوری و این خبر قرم قرم رو پخش میکنن. امیدوارم آقای بهبهانی، اینم باز همون قسمتی از اون دو کلمه است که من استفاده میکنم، misinformation، disinformation. misinformation به عنوان اینه که ما یک اطلاعاتی رو اشتباه برداشت میکنیم و disinformation به عنوان اینه که ما یه سری اطلاعاتی که نادرست هست پخش میشه برای اینه که ما رو اجازه ندن با اون اتفاقی که داره میفته نگاه میکنیم، یا اینکه میخوان تست بکنن ببینن چه اتفاقاتی، همونطور که شما گفتید. ولی به طور کلی اتفاقی که امروز داره میفته، آقای بهبهانی، مسئله کنترل دیجیتال سیستم یا اون سیستم خبریه که از گروه‌های سایبری جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج دارن انجام میدن و متاسفانه دست درازی هم دارن، یعنی ید درازی دارن اینها که در تمامی دنیا میشینن اینها رو کنترل میکنن که از چه مطبوعاتی چه چیزی در اومده. در حال واقعا دردناکه، دختری که صبح اومده میخواسته بره مدرسه، در ایستگاه ترن، در ایستگاه مترو اومده، منتظر دوستاش بوده، نوار رو پخش نمیکنن. خب مسلمه که وقتی که یه نفر سالم داره وارد قطار میشه، شما گرفتین یه نفر اونجا، همون اون حجاب بانان که حالا اسمشو گذاشتن، خب سر این دختر بچه رو زدید که دیگه، یعنی صدای نماینده آمریکا در میز ایران در وزارت امور خارجه هم در اومده که گفته که آقا این پلیس اخلاق که حمله کرده به این آرمیتا، خب اگر خبری نیست چرا جلو پدر و مادرشو دارین میگیرین نرن این دختر بیگناه که در کماست ببینن؟ خب خود جمهوری اسلامی و عامل‌ها دارن تایید میکنن حرفای مردم رو، خود این جمهوری ننگین و این دستگاه داره میگه وقتی میان جو امنیتی جلوی بیمارستان تولید میکنه، وقتی میان این اتفاقاتی که میفته رو پدر و مادرش میگیرن. آقا بهبهانی، دور قبل پدر و مادر مهسا امینی بودن که مسئله رو شروع کردن، این دفعه اینا یاد گرفتن چی کار بکنن که نذارن هیچ تماسی بین مادر، پدر و این بچه در بیمارستان باشه. بنابراین دارن، آره دیگه، خبرنگارن هم همون لحظه اول یه خبرنگار بله اونجا بوده، ظاهرن توی قطار بوده یا خبر به دستش میرسه، نزدیک بوده، میدوه میره ببینه که چه اتفاقی افتاده، خبرنگاره رو میگیرن برن بازداشت میکنن که پدر سوخته، اگه حرف بزنی پدر در میاریم، اینجور اونجور، و خیلی خیلی، یعنی همه اینا نشون میده که نظام سرپا نیست، یه نظام آشفته است، یه نظام فروریخته است، این نظام مرده، این نظام گذشته نیست. حالا من تلاش میکنم توی همین برنامه از شما طی پرسش هایی که از شما خواهم کرد این مسائل رو باز کنیم و بفهمیم که واقعا
داریم به کدام سمسومی؟ درست میگی، یعنی پدر مادره رو کشیدن کنار و گفتن آقا از این حرفو نزن، همه خانواده رو تهدید کردن و یه فیلم به قول خودشون تقطیع شده، یعنی قطع قطع کردن فیلم، یه تیکه رو گذاشتن یه تیکه رو، و خیلی افتضاح هم این کارا رو انجام میدن، برای اینکه آدم درست و درمون با اینا همکاری نمیکنه. اینا هرچی هست همین بسیجی های خودشونن، همین نادان های خودشونن که دنبال میکنن. بنابراین اما یه خبر خوبم هست و برای او هم باید دعا کرد، نرگس محمدی که به هر بیماری هایی بهش مستولی شده به خاطر زندان، شکنجه و دوری از زندگی عادی و معمولی، دور شدن از بچه ها، همسرش، همه اینها و مقاومتی که در طی این سالها از خودش نشون داد. و خوشحال شدم از اینکه این اراذل و اوباش خیلی تقلا کردن تا بتونن این جایزه صلح رو بدزدن و باز هم مصادره کنن، تو کارنامه خودشون بذارن. و چقدر خوشحال شدم، خوشحال شدم که، و معلوم بود از ابتدا هم پیدا بود که بالاخره این کمیته برگزاری نوبل یک محاسباتی رو در نظر میگیرن و میفهمن، بالاخره معلوم میشه. ممکنه اشتباه کرده باشن در گذشته و حتما هم اشتباه کردن، ولی دلیل نمیشه که باز هم اشتباه بکنن یا باز اشتباه نکنن، هر دوش. ولی خوشحالم که خانم محمدی رو کاندید کردن و خبری است که همه رسانه‌های معتبر جهانی فیلم گزارش سخنگوی کمیته نوبل رو پخش کردن به زبان‌های مختلف در سراسر جهان. امروز این چون بالاخره ماه نوامبر ماه جایزه است، ماه مراسمه، و دارن یکی یکی، چنان که هفته گذشته به یک دانشمند آمریکایی که البته فهم کنم ریشه سلاف داشت فکر میکنم، یا لهستانی بودن یا مربوط به سلواکی بود، اروپای شرقی، اروپای شرقی بود. بعد این خانم هم به خاطر تحقیقات و کشف همین واکسن کووید 19 ایشون رو هم کاندید کردن، فیزیک رو معلوم کردن. و در زمینه حقوق بشر چقدر خوشحال شدیم که خانم نرگس محمدی رو انتخاب کردن، واقعا از صمیم قلب به خودش، به همسرش آقای تقی رحمانی، به فرزندانش، به خانوادهشون صمیمانه تبریک میگم و براشون آرزوی بهترین دارم. میخوام نگاه شما هم داشته باشیم به این ماجرا، ببینیم که شما چه خبری در این زمینه داری. البته من هم به نوبه خودم، اولا که باعث افتخار همه ما ایرانی هاست که یک فعال حقوق در ایران، نرگس محمدی، که در زندانه، این مسئله در زندانه، فعال در بند ایرانی، کاندید جایزه نوبل میشه و جایزه صلح نوبل 2023 به خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. من چند کلمه راجع به ایشون صحبت میکنم چون جا داره که برای اونایی که حداقل کمتر آشنایی دارن با خانم نرگس محمدی، که ایشون، شما اشاره کردین به شوهرشون آقای تقی رحمانی که در فرانسه زندگی میکنن، با دوقلوی دارن که در اونجا هستن، و فراموش نکنیم که خود آقای تقی رحمانی 14 سال در چنگال جمهوری اسلامی در زندان بود و ایشون هم سهم خودش رو به این جمهوری پلید داد تا از ایران اومد بیرون. خانم نرگس محمدی یه فعال دربند در ایرانه. خب این جایزه من فکر میکنم که یک نمایش حمایت از جنبش حقوق زنانه که این جنبش زنان منجر شده به این تظاهراتی که ما داریم از پارسال در رابطه با جنبش مهسا دیدیم و امسال هم، امروز هم همینطور که به آرمیتای عزیز اشاره کردیم، که حتی خانم نرگس محمدی توسط اینستاگرام سایت خودشون که توسط فامیلشون
یا اقوامشون کنترل میشه پیام پشتیبانی برای آرمیتا فرستادن. ولی خانم نرگس محمدی بردن این جایزه نشون دادن مبارزه در واقع ظلمیه که به زنان در ایران و در سراسر دنیا میشه و همیشه هدف شخصی خانم نرگس محمدی احیای جایگاه زنان در ایران و در واقع لغو اعدام ها بوده. این قسمت اصلی فعالیت های ایشون بوده. خانم نرگس محمدی یکی از برجسته ترین و نترس ترین مبارزان حقوق بشره که مدت هاست از حقوق زنان و همونطوری گفتم لغو اعدام ها داره فعالیت میکنه. ایشون 51 سال سن در سال 2021 10 سال بهشون زندانی دادن و نرگس محمدی یک نیروی محرک است. دلیل گرفتن این جایزه که ایشان در زندان هستند خب فعالیت های بین المللی که نداشتن که، ولی یک نیروی محرک است. اون نیروی محرکه اجازه میده که در واقع این فعالیت های مردمی شکل بگیره. و شما اشاره کردید به نماینده جایزه اسلو خانم اندرسون که ایشون اومدند و اعلام کردن که این جایزه رو دارن به خانم نرگس محمدی میدن. وقتی خانم اندرسون اومدن اول با سه کلمه شروع کردن: زن، زندگی، آزادی. اون شعاریه که امروز دیگه در دنیا جا افتاده و وقتی ما راجع به زن، زندگی، آزادی صحبت میکنیم میدونیم داریم اشاره میکنیم به رژیم ننگین جمهوری اسلامی و فعالیت هایی که این رژیم پلید نسبت به انسان ها، شهروندان، به خصوص زنان ایرانی داره ایجاد میکنه. دادن این جایزه یک قدردانی از جنبش و فعالیت های این بانوی شجاع رو داره. نرگس محمدی از سال 2010 سال 2011 13 بار دستگیر شده، نزدیک به 31 سال بهش زندانی دادن که حالا 10 سالش رو داره طی میکنه. ولی اگر اجازه بدید که نگاه بکنیم به حقوق زنان و کاری که این بانوی شجاع امروز در داخل زندان تا قبل از اینکه مریض بشه، چون امروز حالا هوای خوبی نداره، تا قبل از این مسئله ایشون از زندان به عنوان یک بستر برای فعالیت ها و رهبری در واقع اون کارگاه های حقوقی که در داخل زندان اوین بود استفاده میکرد و در واقع میخواست که محرکی باشه و جای زنان ایران رو اون طوری که هست براشون بازگویی بکنه و توضیح بده که چرا ما باید در این فعالیت نقش اول رو داشته باشیم. اراده خستگی ناپذیر این بانو و برنامه که در داخل زندان ایجاد کرد برای اینکه ایشون اومده در سردترین، تاریکترین و در واقع ترسناکترین زندان دنیا اومده جای رو باز کرده برای تعلیم زنان ایرانی و برای رهبری زنان ایرانی و برای نشون دادن به یک مسئله، و اون مسئله اینه که من از گوشه زندان اگر کار رو دارم انجام میدم که از نظر من حیرت انگیز کاری که این بانوی شجاع کرده. نرگس محمدی در چندین دهه از صدای خودش به عنوان یک کاتالیزم استفاده کرد، اونم برای اینه که نسل جدید رو بیدار بکنه، آرمیتا رو بیدار بکنه، مهسا رو بیدار بکنه، دختران دیگر، دختر آبی و بقیه رو بیدار بکنه، به اون چیزی که ما به عنوان دهه 80 یا به انگلیسی به عنوان جنریشن زی، نسل زی میگیم، اونها رو بیدار بکنه. جایگاه شما زیر حجاب نیست، جایگاه شما جایگاه دیگری، جایگاه بانوان و زنان ایرانی جاییه که در زمان رژیم گذشته بود و پیشرفت ها و فعالیت هایی که بانوان ایرانی در تمامی سطح جامعه میکردن. این نقش نرگس محمدی و این جایزه‌ای که گرفته به نظر من بسیار بسیار قدردانی شده از مقام این زن شجاع ایرانی. قسمتی رو که خیلی دردناک میخوام بگم، از نقطه نظر سلامت جسمی و روانی این زندان و زندان انفرادی روی خانم نرگس محمدی تأثیر گذاشته. همونطور که همگان میدونن سال گذشته ایشون دچار سکته قلبی شدن
و برای مدتی از زندان آزاد شدن، مرخصی پزشکی داشتن، اومدن خب خارج از زندان استراحتی کردن، بعد برگشتن. ولی امروز همونطور که گفتم به خاطر سلول انفرادی و به خاطر شکنجه و به خاطر اینکه اینها رو در طریقه که شکنجه میدن از نقطه نظر روحی و روانی خورد میکنن. خانم نرگس محمدی هم حال هوای خوبی نداره، برای این شیرزن ایرانی جای دیگری رو داره در تاریخ ایران. و من فکر میکنم که اگر نگاه بکنیم که امسال نزدیک به 350 نفر کاندید این جایزه شده بودن و از بین این 350 نفر ایشون کسی بود که جایزه سال نو رو به خودش تعلق داد و در واقع 19 بانو فقط در تاریخ 122 ساله جایزه نوبل صاحب این جایزه شدن و باعث افتخارمونه که یک ایرانی، یک بانوی ایرانی مجددا این جایزه رو به خودش، البته خانم شیرین اقبالی هم اختصاص داده. بله بله اختصاص دادن این مسئله رو. با وجود اینکه پشتیبانی این جایزه یک جایزه نقدی هم هست که 1 میلیون دلار هست، من نمیدونم اون چه نفعی برای این بانوی در واقع فداکار داشته باشه، ولی خیلی آقا، امید. خب پولیشو بچه هاش میگیرن زندگی میکنن تو اروپا دیگه. بله خیلی ولی من فکر میکنم که ایشون داره خودش رو، به نظر من خانم نرگس محمدی خودش رو آماده میکنن که دوران زندانشون تمام بشه و یا از خارج از ایران بتونن اون مسائل انجام بدن، اگر جان سالم به در ببرن از چنگال این رژیم نه پدر ما. نمیاد، نه 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 اشتباه نکن، برای اینکه نه من اشتباه نمی کنم، من میگم که جا داره که اون فعالیت رو خارج از کشور شاید نه بتونن غلط، خوب گسترش بدن. حرفت غلط، خوب برادر. تمام جمهوری اسلامی در طی این سالها همه هدفش همینه که برید برید، و خودشون میان تلویزیون میگن، این عجوجه ها میان میگن که اینجا مال ماست و مسفره ماست و ما پدر ما انقلاب کرده، پدر ما شهید شده، شما برید. شما اگه مثلا گفته های خانم گلشیفته فرانی رو در اون برنامه که با اون آقای سینای ولی الله توی تلویزیون پژیا، ام بی سی پژیا انجام میداد، بهش گوش میدادی، اونجا میگه، میگه که به من هی میگفتن برو، و بعد آخرسر گفتش که همین مقیسه ناصریان به من گفت 24 ساعت فقط وقت داری که ایران را ترک کنی، و این حرفش یه زنگی بود برای من که من بعد 24 ساعت ایران رو ترک کنم و با گریه ایران رو ترک کنم. و اگه مثلا برگردیم به خیلی قدیم، به سالهای 80 ایرانی رو میگم، وقتی که احمد باطبی از بچه های جنبش دانشجویان، کسی که عکسش در صفحات روزنامه های جهانی پخش و پیرن خونی رو دست گرفته، میگه که پاسپورت هی به من میگه بخوای بری بیا، ما خودمون میفرستیم هر جا خواستی، تلویزیون میخوای خودم میفرستم، دانشگاه میخوای خودم، به همشون میگم بریم. به خانم محمدی چندین بار بهش گفتن برو ایران رو ترک کن، ولی اینا میدونن که اگه بیان بیرون سوخته میشن. شما نیا کنه آقای تقی رحمانی وقتی در بیرونه فقط فوش میشنوه، هیچی نیست. شما نمونهش مثلا گنجی در ایران بود، دیدی مردم برایش چه کردن، اومد بیرون سوخت، و خودشون هم باعث میشن البته. ولی خانم محمدی نمیتونه در زیر چنگال اینها خودش رو از بین چرا دیگه، ببره. تا اینجا کرده دیگه با مقاومتش. حضور شما خانم عبادی رو ببینید، فعالان کاری دیگر نمیکنه خانم عبادی چیکار کاری میکنه؟ نمیکنن، ولی نمایند آقای عبادی صدای اونها در خارج هستن. امروز چیزی که جمهوری اسلامی برگردونده که سیاست خودش رو در داخل خاورمیانه مورد بررسی قرار بده، نمیتونیم بگیم که فعالان سیاسی در خارج، من نمیخوام اسم آدم به خصوصی رو بیارم، این فعالان در خارج تونستند اون تاثیر رو بذارن و تمامی این برو بروها تا زمانی که خامنه ای میدونم زدن. این در اشتراک با فعالیت داخل است، بله. با حضور آدمی مثل نرگس محمدیه، شوهرش در حالت بیرونه، خودش در داخل نیستن. نه نه این بهش بارها پیشنهاد کردن نپذیر. اما جالبی داستان عکس العمل جمهوری اسلامی توی این قضايا، و اینکه امیر عبداللهیان که مرد که بیخاصیت مذبذب علاقه مزغه در حقیقت، که رفته اون
صندلی وزارت خارجه رو اشغال کرده، کثیف کردن اینا با حضورشون، گفته حضور دهم یه تیوت زده و گفته بهترین شخصیت برای جایزه صلح قاسم سلیمانیه. حضور دهم میلیونی مردم در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران و عراق همدلی جهانیان با شکوه ترین و ماندگارترین اعطای جایزه صلح در تاریخ بود. این فرمانده عالی رتبه سپاه پاسداران توسط ارتش ایالات متحده در درون خاک عراق به شهادت رسید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اهدای جایزه صلح به خانم محمدی را محکوم کرد. او در کنفرانس خبری امروز گفت اقدام کمیته صلح نوبل تحرک سیاسی در راستای سیاست مداخله جویانه و ضد ایرانی برخی دولت‌های اروپایی از جمله دولت مقر کمیته نوبل بوده که نشان دهنده انحراف مایوس کننده آن از اهداف اولیه آن و بهره برداری ابزاری از کمیته صلح است. حالا من یه چیزی به فکرم رسید، اونه که هفته پیش رو، یعنی این سه شنبه چهار شنبه، قرار دو تا از این جنایتکاران، یعنی مصطفی پور محمدی و همین مقیسه ناصریان، در دادگاه استکهلم به عنوان شاهد از طرف حمید نوری در سکوی دادگاه قرار بگیرن، در جایگاه اون ویژه قرار بگیرن و دفاع کنن از حمید نوری. نکته جالب اینه که این تا اینجا هنوز خبری نیست، ولی با توجه به این که این مراسم در نروژ برگزار میشه، بعید میدونم که اینا الان در این شرایط حاضر باشن بیان در دادگاه شرکت کنن. باید منتظر بشیم سه شنبه ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این عکس العمل تند اینا، عصبانیت اینا، نشون دهنده اینه که کمیته نوبل کار خوبی رو انجام داد و شخص درستی رو در حقیقت انتخاب کرد. چون من دیدیم، شاهد بودیم که خانم علی نژاد خیلی تقلا میکرد که او رو به عنوان کاندید، و خیلی هم از این بابت ناراحت بودن، هی سوال میکردن که آقا چطوریه، و ما گفتیم آقا هم چیزی اتفاق. خانم علی نژاد اون فعالیت سیاسی رو در حال حاضر ندارن، برای اینکه پلتفرمی که ازش دارن، اون فعالیت خودشون رو دارن اجرا میکنن توسط دولت، وزارت امور خارجه ایالات متحده. ایشون کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده هستن، بنابراین وقتی که از اون برنامه‌ای که دارن اجرا میکنن، ایشون یک سخنگو هست، فعالیتی نداره. فعال یعنی خانم نرگس محمدی که در بند داره این کارا رو میکنه. فعال یعنی خانم نرگس محمدی، خانم نرگس محمدیه. فعالی که در داخل زندان با وجود اینکه سکته قلبی کرده و حالش خوب نبوده، هنوز کارگاه‌های در واقع فکری رو انجام میده برای پیشبرد اهداف زنان در ایران. شما وقتی اشاره کردین به این حاج قاسم سلیمانی، آقای بهبهانی، اینا یه مسابقه فوتبال در اصفهان بود، تیم عربستان نرفت بازی بکنه وقتی زن که مجسمه قاسم سلیمانی اونجاست. بنابراین وقتی که این تبلیغات دستگاه که من از نقطه نظر کنترل دیجیتال سیستم خبری بهش اشاره میکنم، فقط به یک مسئله داره اشاره میکنه. اون سخنانی که شما اشاره کردین، حالا سخنگوی وزارت امور خارجه، نمیدونم عبداللهیان و بقیه، اونها برای مصرف داخلی و فقط برای طرفداران خودشون در داخل جمهوری اسلامیه. اون اشاره که شما میکنین که تماما برن از ایران بیرون، تمامی اینها تا زمانی سازگار هست، تا زمانی پایدار میمونه که خامنه ای در قدرت باشه. و امروز به جایی داره میرسه که سازمان ها و دستگاه های بین المللی، ما وقتی راجع به سازمان نوبل صحبت میکنیم، کمیته جایزه سال نوبل صحبت میکنیم، خب اینها هم یکی از اون گروه های دست چپی هستند
که در دنیا فعال هستند. بنابراین امروز نگاه میکنیم و نگاه در اینجاست که سازمان های چپی دنیا که پشتیبانی 100% از جمهوری اسلامی میکردن و در واقع کارهایی که جمهوری اسلامی در داخل با ملتش میکرده همیشه میپوشوندن، امروز دارن بازگو میکنن. نرگس محمدی سمبوله. این جایزه به عنوان سمبل مبارزه زنان ایران به خانم نرگس محمدی اعطا شده و نه آقای اون قاسم سلیمانی و این ببخشید او با شهرارزاد جایی ندارن در این صحنه بین المللی. و من به شما این اطمینان رو میدم که در فاصله بسیار نزدیک اسامی تمامی اینها به اون ICC اون دادگاه بین المللی داده خواهد شد به عنوان جرائم ضد بشری، همانطوری که الان پوتین نشسته در داخل کاخش نمیتونه تکون بخوره از شوروی از روسیه، این برای سر این او با شهرارزاد هم خواهند آورد. آقای خانی بفرمایید. ممنونم، حتما همینطوره که میگه، امیدوارم به امید اون روز. عرضم به حضورت که چند تا اتفاق عجیب و غریب افتاده. اولا بخوایم نگاه بکنیم از منظر دید شما به این روند ماجرای ارتباط عربستان و اسرائیل. اما خب ما دیدیم که چند تا اتفاق افتاد. اولا که خب اینا ادعا میکنن که ما رفیق شدیم و آشتی کردیم و فلان و بهمان، ولی دیدیم که در مسابقه فوتبال جام باشگاه‌های آسیا تیم عربستان سعودی که رفته بود اصفهان بازی بکنه به خاطر قاسم سلیمانی و مجسمش که خود اون اساس مجسمه نمیدونم تا دیروز در اسلام مجسمه سازی حرام بود و جرم بود، اما نوبت به اینا و قاسم سلیمانی و اینا که میرسه حلال میشه و تیم بازی رو ترک کرد و اون فضاحت رو به بار آوردن. بعد اومدن گفتن نه ما رابطه اون خیلی خوبه و اتفاق نمیفته و اینجور و اونجور، و فدراسیون شکایت کرد اون شکایت کرد ولی راه به جایی نخواهند بود. اما بر اساس یه سنت منحوسی که خمینی گذاشت تحت عنوان وحدت جهان اسلام، یه موضوع قدیمی در سالهای 20 در حقیقت ریشه به اون دوران داره یا شاید پیشتر. خب میدونین که رضا شاه کاری که انجام داد این بود که حوزه رو آورد به قم و حوزه قم رو تقویت کرد و از آقای حائری آیت الله حائری خواست که حمایتت میکنم تو حوزه علمیه قم رو تقویت کن. خب میدونین که ایران کشور شیعه است و شاه ایران پادشاه شیعه بود و در حقیقت پادشاه شیعیان جهان به نحوی خودشون رو معرفی میکردن. و این داستان وحدت که وحدت جهان اسلام تقرب مذاهب اسمشو گذاشته بودن، بحثای قدیمی دوره شاه هم بوده، ولی خمینی اومد از این سوء استفاده کرد و این رو به عنوان یک مراسم دولتی کرد و خلاصه این هر سال یه عده آدمای از کجا بی سر و پا رو پیدا میکنن، گدا گشنه رو دعوت میکنن تهران و میبرن هتل های درجه یک. اینا هم که ندیدن همچی چیزایی تو عمرشون ندیدن، از معلوم از دهات اومده و از کجا اومده، خب ندیده هم چیزی رو تو عمرش ندیده. خب برای این بعدم یه پولی بهشون میدن و سر سوغات اینا میگیرن و برمیگردن ولایت. ولی امسال خیلی شگفت انگیز بود این مراسم و در حالی که در زاهدان دارن کشتار میکنن و هر هفته این داستان زاهدان هست و مردم در زاهدان اعتراض میکنن. امروز مولوی گفته که این آقای عبدالحمید گفته که با زور کارتون پیش نمیره، مطمئن باشید که زورتون نخواهد رسید. اما تو این مراسم امسال سخنرانی خامنه ای خیلی جالب بود که گفتش که به قول اروپایی ها شما رفتین رو اصل مرده شرط بندی کرد. اینا الان سال هاست که تابلو زدن تو خیابون که 25 سال دیگه اسرائیل میمیره. از اون روزی که این تابلو رو زدن 35 سال میگذره، اسرائیل همچنان هست.
قرار بود 25 ساله از بین بره. فعلا که این تابلوه شد 30 سال، بالای 30 چند ساله که این تابلوه هست، ولی اسرائیل هم هست، ولی خیلی اعتراض داره به روابط اسرائیل و عربستان و میگه جهان اسلام نمیپذیره و اینها. من میخوام ببینم که اصلا این حرفا ریشش کجاست، چرا، و این چه خللی در رأی، خللی در این روند ارتباط عربستان و در حقیقت اسرائیل ایجاد میکنه. گواتمالا هم میدونیم که دیروز میخواسته احمدی نژاد بره گواتمالا، تو فرودگاه پاسپورتش گرفتن، بعد اونجا وایساده با مردم شروع کرده عکس گرفتن، عکس گرفتن، خلاصه جمعیت رو دور خودش جمع کرده. اونا هم سرآخر مجبور شدن گفتن آقا بیا پاسپورت بگی برو، ولی اون که شاخو بکش برو. گواتمالا جز کشورهایی محسوب میشه که در حقیقت دومین کشوریه که پذیرفت که آمریکا بره سفارتشو ببره به اورشلیم. اینا دومین کشور بودن که گفتن ما این کارو خواهیم کرد و سفارت رو از تل آویو میبریم به اورشلیم، و میگه ما بالاخره عیسی هم قراره از اونجا بیاد، ما هم که منتظر ظهور حضرت مسیح هستیم و زنده باد مسیح. و از اون یارو ترم مذهب یا ترند مذهب استفاده کرد و سفارتش رو منتقل کرد. حالا رفتن احمدی نژاد به گواتمالا، ارتباط دادن این با اون، و اساسا این روند جریان رابطه عربستان و اسرائیل رو برای اون تعریف کن، چیه ماجرا؟ بفرم. خب اینا بلید سوالت متعدد و کامنت های زیاد هم دادیم، ولی یه چیزی من از همین گواتمالا شروع کنم تا برسم به جهان اسلامی و این شرطبندی رو اسب بازنده، که از نظر من تنها اسب بازنده جمهوری اسلامی و خامنه ای. گواتمالا یک کشور خیلی کوچیکه که در پایین مکزیک قرار داره، و این کشور چون در زمان آقای پرزیدنت ترامپ که اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختن، رئیس جمهور کشور گواتمالا هم یک اوانجلیکال کریستین یعنی مسیحی انجیلی هست و اینا پروتستان حساب میشن، و به این دلیل پشتیبانی کرد، حالا یا خواست دولت آمریکا بود یا خواست دولت اسرائیل بود، چون گواتمالا نه در صحنه آمریکای جنوبی وزنه سیاسی یا اقتصادی هست و نه در صحنه بین المللی، بنابراین اهمیت آنچنانی نداره، ولی دومین کشوری بود که تصمیم گرفت سفارت خودش رو به اورشلیم منتقل بکنه. داستانهای احمدی نژاد هم در فرودگاه، من فکر میکنم که یکی از ترفندهای دستگاه‌های اطلاعاتی برای منعکس کردن یک خبر که مهمتر بوده، منظورم کم با رفتن آرمیتا بوده که همزمان تقریبا انجام میشه، و من فکر میکنم یک بازی توسط دستگاه های اطلاعاتی بوده و الا ایشون هم از خود اوناست و من فکر نمیکنم اتفاق مهم بوده. در هر حال اگه بخوایم نگاه بکنیم به این مسئله و وجود جمهوری اسلامی عربستان و اسرائیل، و اشاره بکنیم در همین امروز 6 اکتبر که داریم با هم صحبت میکنیم، سال 2023 در واقع 50 سالی بود که جنگ یوم کیپور شروع شد. درست من میدونم در یک دو هفته پیش ما راجع به یوم کیپور به مفصل صحبت کردیم، ولی امروز در واقع روزیه که اون جنگ شروع شد. فراموش نکنیم امسال آپریلی که گذشت 20 سال حذف صدام حسین بود، یعنی در آپریل 2003 بود که نیروهای آمریکایی بالاخره رسیدن به بغداد و صدام حسین هم ورش داشتن، که البته من بارها این مسئله رو گفتم که در اون زمان که آمریکا به نظر می رسید که یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی خودش رو کرده، که از نظر من چنین چیزی نبوده، ولی عراق رو کادو پیچی کردن و تحویل جمهوری اسلامی دادن با وجود مخالفتی که اسرائیلی ها میکردن که بغداد آدرس غلطه، آدرس درست تهرانه، اون رژیم رو باید از کار بندازیم نه این رژیم. البته اون
اتفاقی که در عراق افتاد با اشاره که من به صدام حسین کردم، اون تلافی ایالات متحده آمریکا برای حمله اون 20 نفر در سپتامبر 11 هم بود که اونها خواستن نشون بدن که آمریکا یک قدرتیه که نمیتونه عملی رو انجام بده، ولی در کنار اون آمریکا آمد و دو تا از بزرگان عرب رو برداشت و حذف کرد، صدام حسین عراق و محمد قذافی لیبی رو. بعد از اون سوریه رو به هم ریختن، سومالی رو به هم ریختن و بقیه کشورهای عربی که فکر میکردن. و به خاطر همین دلیل و یکی از بزرگترین دلیل ها همینه که امروز یک شخصی به عنوان محمد بن سلمان NBS اومده و داره تغییرات رو ایجاد میکنه. یکی از این بزرگترین تغییراتی که داره ایشون انجام میده، فراموش نکنیم آقای بیبانی، عربستان با انقلاب جمهوری اسلامی کنار اومد، با جنگ ایران و عراق کنار اومد، با حذف صدام کنار اومد، با حذف قذافی کنار اومد، با به هم ریختن سوریه و نتونست داستان سوریه رو با اون طریقی که میخواست انجام بده کنار اومد، با بهار عربی کنار اومد. بنابراین من نمیخوام بگم تمامی رؤسای عربستان سعودی دیدگاه سیاسی به این وسعت رو دارن. شاید احتیاجات ایالات متحده آمریکا به چیزی به عنوان نفت که ما همیشه فکر میکردیم دیگه نفت اهمیتش رو از دست داده، این طلای سیاه از بین رفته، خیر، هنوزم داریم میبینیم که یه تغییر چند دلاری یا 5-10 دلاری در بشکه نفت بنزین کالیفرنیا و بقیه رو ایالات شهرهای مهم آمریکا رو انقدر بالا میبره که صدای همه رو در میاره با وضع اقتصادی کنونی. بنابراین امروز اگر شما اشاره میکنین حالا به اون مسئله وحدت جهان اسلامی و نمیدونم تمامی اینها، من فکر میکنم این مسئله لجبازی یک نفره، رهبر جمهوری اسلامیه، لجبازی که ایشون هم نسبت به ملت ایران و هم نسبت به سیاست و دیدگاه خارجی خودش داره که فکر میکنه که آمریکا اون قدرت از بین رفته، اسرائیل هم که همونطور که شما گفتین علامت زدن 25 سال 35 سال پیش این حرف زدن هنوز سر جاشه، و کاری که اینا میخواستن با عربستان سعودی بکنن. برای اینکه ما بتونیم این صحبتی که ایشون کرده، خامنه ای کرده، در رابطه با اینکه شما با اسرائیل اگر بخواد رژیم صهیونیستی به قول خودشون اگر کنار بیان رو اصل بازنده شرط گذاری کردین، این از این جا شروع میشه که امروز نگرانی عجیبی در اتاق فکری جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، اون هم به خاطر برقراری رابطه عربستان و اسرائیل. یه سری دلایل اینجا وجود داره، یک سری تغییر استراتژی عربستان در اینجا وجود داره، ولی نکته اساسی اینه که امروز استراتژی عربستان سعودی در رابطه با اسرائیل این جمهوری اسلامیه که نقش کلیدی در تفکر عربستان سعودی داره. بدین معنی که اگه ما بخوایم نگاه بکنیم و جواب این رو درست بدیم، باید نگاه بکنیم به موقعیت جمهوری اسلامی، موقعیت اسرائیل، موقعیت عربستان، موقعیت فلسطین، و وقتی ما راجع به فلسطین صحبت میکنیم باید بگیم حماس و گروه فتح. عربستان تلاش داره میکنه که در واقع رابطهش رو با اسرائیل عادی بکنه. این نشون دهنده اینه که یک عنصر جدیدی، یک عامل جدیدی و یک اتفاق جدیدی داره میفته، و اون اتفاق جدید مدیریت مسئله فلسطینی هاست و مدیریت مسئله بی‌ثباتی منطقه است. بی‌ثباتی منطقه رو چه کسی مسئولشه؟ جمهوری اسلامی. پس وقتی من میگم جمهوری اسلامی در تفکر عربستان سعودی برای تصمیم گیری و نزدیک شدن به اسرائیل نقش کلیدی داره، بدین معنیه بی‌ثباتی منطقه. خب بی‌ثباتی منطقه رو در عراق میبینیم، بی‌ثباتی منطقه رو در لبنان میبینیم، در سوریه میبینیم. حتی کار به جایی رسیده که وقتی عراقی‌ها از ایالات متحده آمریکا تقاضا میکنن که این ماه 1 بیلیون دلار بیشتر بهشون پول بدن، از پول خودشون بانک مرکزی آمریکا میگه خیر، شما این دلارا رو میفرستید به ایران و بقیه کشور و جمهوری اسلامی، بنابراین ما اینو به شما نخواهیم، پول خودشون ها نمیتونن صاحبش بشن. گفتن اگر میخواین ما از طریق الکترونیکی به شما میدیم.
وقتی ما بی ثباتی صحبت میکنیم، فقط بی ثباتی نظامی و تروریستی نیست، بی ثباتی اقتصادی هست، بی ثباتی اجتماعی در داخل کشورها، و تمامی اینها به یک جا ختم میشه. و اون اینه که امروز عربستان سعودی نگرانی از آشفتگی اسفناکی که در داخل کرانه رود غربی اردن پیش اومده. کرانه رود غربی اردن امروز نقش حساسی رو داره بازی میکنه، بدین معنی که دو تا از بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و اسرائیل، دارن به همدیگه نزدیک میشن. باور من بر اینه که در 12 ماه آینده این رابطه ایجاد خواهد شد، مگر اینکه اتفاق بسیار ناگواری در داخل خاورمیانه بیفته و عربستان یک دور دیگه خودش رو کنار بکشه. اجازه بده من چند دقیقه به موقعیت عربستان نگاه بکنم. خب عربستان در سال 2002 به اسرائیل پیشنهاد داد که شما بیاین یک کشور فلسطینی رو در کناری خودتون ایجاد بکنید، در مقابل اون ما به شما این قول رو میدیم و این تضمین رو ارائه میدیم که شما با تمامی کشورهای اتحادیه عرب رابطه دیپلماتیک برقرار خواهید کرد. خب اسرائیل نتونست در اونجا این عمل رو انجام بده، یا نخواستند که به نظر من نتوانستند بود. 2 سال بعد از اون در سال 2004 دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل نفوذ عجیبی به داخل حماس پیدا می کنن و حماس رو کنترل می کردن. وقتی که در 2005 اسرائیل به طور یک جانبه از غزه، از نوار غزه بیرون اومد، شانس و فرصتی رو برای حماسی ها ایجاد کرد که با بردن اون انتخابات در داخل غزه بتونن کنترل رسمی غزه رو به دست بگیرن و ماموران گروه الفت، گروه فت رو از اونجا بیرون بکنن و تمامی غزه رو زیر کنترل حماس در بیارن. اتفاق دیگری هم در 2004 افتاد و اون فوت به نظر من بزرگ تروریست دنیا یاسر عرفات بود، که حالا درسته ایشون هم اومدن یه جایزه صلحی گرفتن با اسحاق رابین مرحوم، ولی من فکر میکنم که بزرگترین، یکی از بزرگترین تروریست های دنیا همین خود یاسر عرفات بود. حالا لباس عوض کرده بود و جای دیگری بود، صحبت دیگری بود. از اینجا بیرونیم. در هر حال 2005 اسرائیل از اونجا اومد بیرون. در سال از اونجا به بعد اختلاف شدیدی بین گروه فتح و گروه حماس ایجاد شد و سازمان فتح نتونست بعد از فوت عرفات جای خودش رو در داخل اون سرزمین های اشغالی کرانه رود غربی اردن به تصویب برسونه و بتونه در اونجا حکومت بکنه، بتونه در اونجا احتیاجات مردم رو انجام، احتیاجات فلسطینی ها رو در واقع به ثمر برسونه. در سال 2007 عربستان سعودی خواست بین حماس و فتح، گروه عرفات، رابطه ایجاد بکنه و خواست اونا اختلافات خودشون رو کنار بذارن. عربستان سعودی در اینجا متوجه شد که اختلافاتی که بین فتح و حماس هست انقدر متفاوته، انقدر عمیقه که عربستان سعودی هم نمیتونه این مسئله رو انجام بده، این در واقع جمع جور بکنه این مسئله. خب در اینجا خود اسرائیل هم عملیاتی رو انجام داد که حماس رو به عنوان رقیب گروه فتح نشون بده و همینطور هم شده. البته خب در اون زمان اسرائیل به خاطر نفوذی که در داخل حماس داشت و به خاطر جاسوسانی که داشت، تونست یک سری از رهبران حماس رو در واقع ترور بکنه و این ترور و کنترلی که در داخل اونجا انجام دادن از قدرت عملیاتی حماس به طور قابل مشاهده کم کرد. بنابراین حماس به طور دائمی رقیب گروه فتح شد. عربستان در اینجا متوجه شد که یک شکاف آشتی ناپذیر بین حماس و گروه فتح وجود داره. در اینجا میخوام اشاره بکنم به سخنان محمد بن سلمان در 2 هفته پیش با تلویزیون فاکس. خواهش میکنم به این کلمه توجه بکنید. من گفتم در 2002 عربستان سعودی به اسرائیل پیشنهاد داد که با تشکیل دولت فلسطین در کنار خودش تمام کشورهای عرب رابطه با اسرائیل ایجاد خواهند کرد. آقای محمد بن سلمان
در سخنرانی خودشون با تلویزیون فاکس در 2 هفته پیش هیچ سخنی از پیدایش کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل نکردند. و زمانی که کسی که ایشون رو اینترویو میکرد باش صحبت میکرد پیچوند ایشون رو که این سوال رو جواب بدن که آیا قصد شما با مذاکره با اسرائیل اینه که میخواین کشور فلسطین در اونجا تشکیل بشه، جواب آقای محمد بن سلمان که بسیار حساس بود گفت خیر، من میخوام وضع امتیازی از اسرائیل بگیرم که وضعیت زندگی و معیشتی فلسطینی ها رو در کرانه رود غربی اردن بهتر بکنه. هیچ صحبتی از پیدایش کشور فلسطین پیش نیامد و گفته نشد. و در زمانی که محمد بن سلمان شرایط عادی شدن رابطه رو با اسرائیل داره صحبت میکنه با آمریکایی‌ها، میگه شما به ما تضمین بدید که از حمایت نظامی میکنید از ما، در ضمن اجازه بدید که ما در داخل عربستان سعودی اورانیوم رو حالا برای مصارف صلح‌آمیز استفاده بکنیم، انریچ بکنیم، غنی بکنیم، و اینکه سلاحایی که به اسرائیل میدین به ما هم بدین و ما هم بتونیم از خودمون دفاع بکنه. بنابراین تمامی افکار محمد بن سلمان دنبال یک دایره میکرده و اون دایره که وجود داره دایره حمایت و در واقع بهبود پیدا کردن وضع سیاسی نظامی و امنیتی و حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی. خب امروز به دو دلیل، من میخوام حرفای محمد بن سلمان رو ثابت بکنم، امروز به دو دلیل کرانه باختری رود اردن نمیتونه کشور فلسطین رو در داخل خودش انجام بده. اینجاست که ایشون میگه من میخوام از اسرائیل امتیاز بگیرم که وضع زندگی فلسطینی ها رو بهتر بکنم. یک، امروز 700 هزار نفر اسرائیلی در کرانه رود غربی اردن در اون شهرک ها دارن زندگی میکنن. دو، افول تشکیلات خودگردان فلسطین، منظورم گروه فتح هست، به دلایل فساد گسترده در داخل دستگاه محمود عباس ابو مازن و بقیه نمیتونه دولت فلسطین در اونجا تشکیل بشه. این برداشتیه که امروز بعد از سالها درگیری و به خصوص در سال 2000 که به نظر من بزرگترین شانس رو یاسر عرفات از دست داد که میتونست با دریافت کردن قسمتی از اراضی دیگه کشور فلسطین رو در داخل اون کنار دو قرار اون تشکیل بده و اون فرصتی بود که از دست داده شد و به نظر من به دست نخواهد بود. دلیلی که من دارم این بحث رو میارم جلو به این دلیل که وقتی محمد بن سلمان صادقانه میگه من دنبال گرفتن امتیازاتی از اسرائیل هستم، برای یک دلیله، برای اونه که امروز متوجه شده که وقتی که نتونسته بین حماس و گروه الفتح، گروه فتح در اونجا صلح بندازه، حماسی ها دارن سعی میکنن که بدون درگیری با اسرائیل و دریافت پول از قطر برای خرج زندگی و بهبود پیدا کردن زندگی فلسطینیان غزه، میخوان کرانه رود غربی اردن رو چنان آشفته بکنن، چنان به هم بریزن که از اربابان خودشون در تهران پول بیشتری بگیرن و در ضمن موقعیت اسرائیل و این دستور جمهوری اسلامی به حماس وضع اونجا رو خراب بکنن به اندازه ای که کرانه رود غربی اردن به هم ریخته بشه. و چون کرانه رود غربی اردن بسیار نزدیک و در واقع یهودی ها و اعراب در دل هم دیگه زندگی دارن میکنن، با به هم ریختن کرانه رود غربی اردن حماس کنترل کرانه رود غربی اردن رو به دست بیاره. چرا؟ چون محمود عباس 87 سالشه، مشکلات داخلی اونجا و کمبود کنترل و در واقع کمبود سازماندهی و کمبود دنبالگیری اون گروه های تروریستی که امروز در جنین و شهرهای دیگه دارن فعالیت میکنن در تمامی کرانه رود غربی اردن امروز مشکلاتی برای نیروی دفاعی اسرائیل وجود داره. چند روز پیش 5 نفر از مرزبانان اسرائیلی که میخواستن 2 نفر دستگیر بکنن زخمی شدن. بنابراین همونطور هم فلسطینی ها در اون طرف کشته میشن و این چیزی که داره نشون میده اینه که حماس داره کرانه رود غربی اردن رو به هم میریزه برای اینکه بتونه کنترل اونجا رو به دست بیاره و به طور حتم و برای یک دفعه فاتحه گروه فتح رو بخونه و دیگه چیزی به عنوان تشکیلات خودگردان فلسطین وجود نداشته باشه و حماس بشه صاحب 2 منطقه کرانه رود غربی اردن و غزه.
محمد بن سلمان و عربستان سعودی از این مسئله کاملا آگاهی دارن. دلیل عادی سازی روابطشون با اسرائیل به خاطر اینه که امروز میدونن که دیگه کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد، ولی میشه یک تشکیلات خودگردان و یک سازماندهی که بهبود پیدا بکنه وضع زندگی و معیشتی فلسطینی ها در اونجا، و این هدیه که عربستان و به رهبری محمد بن سلمان میخواد به فلسطینی ها بده و بگه ما این امتیاز رو از اسرائیل میگیریم و به شما میدیم به شرطی که دیگه شما اون مسائل رو کنار بذارین و اجازه ندن که در این قسمت حماس پیروز بشه. خب سوال اینجا پیش میاد که اگر در واقع این مسئله هست، اسرائیل چه خواهد کرد؟ امروز اگر مناطق کرانه رود غربی اردن بیشتر از این دچار تشنج و حملات و درگیری نظامی با نیروهای اسرائیل بشه، باور من بر اینه که بعد از سقوط تشکیلات خودگردان اسرائیل تا اون زمان این کارو نخواهد کرد. بعد از سقوط تشکیلات خودگردان و اگر ببینن که حماس در اونجا نفوذ بیشتری داره میکنه، اسرائیل به کرانه رود غربی اردن رو زیر کنترل نظامی خودش در خواهد آورد که بتونه حماس رو شکست بده و حماس رو در اونجا حذف کنه. و عربستان میدونه، محمد بن سلمان میدونه اگر اسرائیل این کار رو انجام بده که این قسمتی از این مذاکرات است، منظور از امتیاز گرفتن از اسرائیل یعنی اینکه شماره تعداد اون 700 هزار نفر شهروندا کمتر بشه. وقتی که اون 700 هزار نفر کمتر بشن، مناطق بیشتری برای فلسطینی هاست و در واقع جدا از هم زندگی بکنن که درگیری پیش نیاد، و محمد بن سلمان این تضمین رو به اسرائیل بده که از جانب کرانه رود غربی اردن خاک اسرائیل مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. نقش اردن در اینجا هست که اون از بحث امروز من کناره، ولی من امروز خواستم که با توضیحاتی که دادم، با در واقع نبودن عربستان سعودی در صحنه زندگی فلسطینی ها در از سال 2007 تا الان 16-17 سال که داریم صحبت میکنیم، برگشت عربستان باید یک بهبودی رو در وضع زندگی فلسطینی ها بده و اون قسمتی از این مذاکرات هست. امروز عربستان سعودی به این مسئله کاملا آگاهه که نمیتونه کشور فلسطین رو در اونجا تشکیل بده. اگر هم در این منطقه خودگردان کشور فلسطین تشکیل بشه، حماس نمیذاره که اون در واقع رابطه شکل بگیره بین اسرائیل و کشور مستقل فلسطین. بنابراین آگاهی کامل با توضیحاتی که به طور کلی در رابطه با فلسطینی ها من دادم و شکاف عجیبی که در اینجا وجود داره، به نظر میرسه که عادی سازی روابط پیش خواهد اومد، عادی سازی روابط انجام خواهد شد. من باید در اینجا به یک نکته حساس هم اشاره بکنم آقای بیمانی، و اون نکته قابل توجهی که میخوام بگم، نکته حساسی که میخوام بگم، جمهوری اسلامی و اتاق فکری تهران یکی از محرک های اصلی این توافق هستند. توجه بفرمایید که در سال 2020 در زمان پرزیدنسی آقای ترامپ توافق ابراهیم امضا شد با تایید عربستان. توافق ابراهیم پیشگام یا پیشراهی بود برای توافق نهایی عربستان سعودی و اسرائیل. برای همینه که من میگم این شکل خواهد گرفت. محمد بن سلمان کسیه که امروز متوجه شده که بیش از این نمیتونه نقش مخرب جمهوری اسلامی رو بذارن در خاورمیانه پیش بره. باید نگاه بکنیم به جاه طلبی جمهوری اسلامی، باید نگاه بکنیم نه تنها به اون در واقع محرکی که جمهوری اسلامی به عربستان هدیه داده که بره با اسرائیل کنار بیاد، باید این مسئله رو ما قبول بکنیم که تلاش سعودی ها که متوجه شدند که دستیابی به خودمختاری محدود برای فلسطین، من نگفتم خودمختاری کامل، میگم خودمختاری محدود برای فلسطینی ها بسیار بسیار دشواره. اگر عربستان سعودی از این صحنه 2 ساله 2020 تا الان 3 ساله کنار نشسته، خواسته ببینه چه میتونه بکنه برای فلسطینی ها. در سال 2020 زمانی که امارات تصمیم گرفت وایس فرسول بکنه، اسرائیل در حالتی بود که قسمتی از کرانه رود غربی اردن رو به خودش ملحق بکنه. خب اسرائیل این کار نکردن. عربستان امروز متفکرانه داره عمل میکنه. محمد بن سلمان کسیه که من با برنامه‌ای که ایشون خاورمیانه میشه اروپا، من فکر میکنم اون شهرکی رو که ایشون میخواد میسازه و جلو هم خواهد رفت، ولی با بقیه برنامهاش آنچنان که خودش هست من اوننزه خوشبین نیستم، امیدوارم که بشه. ولی من نتیجه گیری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که
تلاش عربستان بر اینه که ترتیبی بده که توانایی حماس رو برای بهرهمندی از هرج و مرجی که میخوان در کرانه رود غربی اردن ایجاد بکنن، که در حال حضور داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، به حداقل برسونه. نمیتونن متوقف بکنن، برای اینکه هر دوی اینها از یک قبیله و از یک نژاد و از یک جایی هستن. ولی ترس عربستان و سعودی در واقع از همون گروه اخوان المسلمینه که حماسی ها در واقع یک شعبه از اخوان المسلمین هستن. و امروز عربستان سعودی کاملا پیش بینی داره میکنه که اگر جلوی این مسائل رو نگیره و با اسرائیل عادی سازی روابط نکنه و اسرائیل بهبود در زندگی فلسطینی های کنار رود غربی اردن انجام نده، جمهوری اسلامی توسط حماس در کنار رود غربی اردن چنان بلوایی را میندازه که مجبور میکنه اسرائیل رو به یک اقدام نظامی در داخل کنار رود غربی اردن. بنابراین عربستان نمیخواد این اتفاق بیفته. عادی سازی، در خاتمه این جمله رو بگم آقای بانی، عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خاورمیانه، عربستان سعودی و اسرائیل، من فکر میکنم خاورمیانه رو از نو میسازه. من فکر میکنم این اتحاد و ملحق شدن بقیه اعراب خلیج فارس، اون نوآوری، اون نوسازی رو که عربستان داره صحبت میکنه به نتیجه میرسونه، به خصوص با اون کوریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا که میتونه جوابگوی کارمندها باشه. در هر حال عربستان سعودی برنامه اقتصادی بسیار شبیه با اون برنامه که آقای ترامپ میخواستن در اونجا انجام بدن رو داره و در واقع از همونجا انشعاباتی داره میگیره که برای فلسطینی ها کارسازی بکنه و چیزیه که هر انسانی احتیاج داره. امید بله، باید اینایی که شما میگی همه رویاست، یعنی میل شما، شما دوست داری آره شما دوست دارین اتفاقا بیفته، ولی آیا واقعا با آقای بانی من حضور شما رو ندارم. اجازه بده بابا، هر وقت من سکوت کردم که چون خیلی از این بیننده های شما اعتراض میکنن، میگن صدای شما نمیاد. خیلی از بیننده های شما اعتراض میکنن، میگن که تو حرف آلبرتو قطع میکنی، ما میخوایم حرف آلبرتو. من امروز گذاشتم شما یه نفس بری، ولی حرفتو قطع نکردم. ولی نه، اتفاقی که شما داری میفته اینه که اونه که شما داری میگی رویاست، آرزوته. آرزو با اونی که تو صحنه هست دوتا. کدام حرف؟ من خیلی همین که اسرائیل و نمیم خاورمیانه جدید و اینا رویاست. با حضور و وجود جمهوری اسلامی هیچ آینده زیبایی برای هیچ جای جهان من متصور نیستم. خاورمیانه که نقطه کوچیکی. آقای بهبهانی هفته پیش در صحبتاتون گفتید که جمهوری اسلامی رو حذف کردند، گذاشتن کنار. من اون یه بحث میگم... دیگه ولی آزارش هست آقای بهبهانی. همینه. دنیای اقتصادی دنیایی که جمهوری اسلامی هم بهش احتیاج داره. بفرمایید. نه شما داری خلط میکنی، یعنی این که من هنوزم سر این حرفم هستم، حرفمو تغییر نمیدم. ایران مرده، حالا شما بگو ایران ما نمیدونم همیشه هست، همیشه خواهد ماند. نه، ایران مرده، تموم شده، رفته، یه جنازه است اونجا افتاده. جمهوری اسلامی مرده، ایران زنده است. بفهم فرق میکنه آقای ببانی. من در تمام شعار صحبت چرا میدی برادرم؟ شعار نمیدم من، شعار دیگه اسلامی. مردمی بدبخت مفلوک اونجا وجود داره. شعار با شعار که نمیتونیم ما وضع مردم رو تغییر بدیم، که با شعار هیچ اتفاقی نمیفته. این همون نبودش که میگفت انقلاب میکنیم، من رهبرم تو رهبری، یه دقیقه دیگه پیروز میشیم. اینطوری نیست. ایران تمام معادلات جهان بروش بسته است، پس بنابراین وجود نداره. چیزی وجود نداره، مرده است دیگه، یه چیز ساده. اما این مرده تعفن داره، بوی تعفنش هست، آزار دهنده است، آزار میده. یعنی چی؟ وجود داره. یکی همین که در مورد حماس او اتفاق نمیفته، به خاطر که حماس یه بخشی ساخته خود اسرائیله،
در مقابل حزب الله. آقای بهبهانی، شما مثل اینکه اخبار رو دنبال نمی کنید. وضع نه کرانه رود غربی اردن بسیار خطرناک. آقای بهبهانی، خیلی من چطوری که برای شما دارم میگم، از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، این تخیل من که نیست، این یک مطالعه است. من برای شما دارم میگم، من میدونم، چطوری که دارم برای شما میگم، من دستگاه حرف شما رو اطلاعات رد نظامی نمیکنم که نه بعد در مورد، این اتفاق داره میفته. آقای بهبهانی، ببینید، میدونم. هفته پیش در قسمتی از حالا من فقط فضا خواستم نشون بدم کی کلامی کی رو قطع میکنه، ولی بگو. ما حالا شما که صبح شب تو این تلویزیون حرف نه آقای نیستم، بهبهانی، شما دارین حرف. نه من شما رو کارگرم. بفرمایید. نه بگو، ادامه بده، ادامه بده من خواستم فقط عزیزم. اشاره بکنم به هفته پیش که در غزه اومدن لب مرز غزه و اسرائیل، شروع کردن به سوزوندن تایرها و نمیدونم بادکنک های فرستادن این طرف، تا اینکه از قطر دستور اومد که آقا چقدر پول میخواین، گفتن اینقدر. امروز حماس با اسرائیل درگیری نمیخواد داشته باشه، چون داره اون قسمت رو متشنج میکنه و میدونه که تا چند ماه آینده دو نهادی که در داخل کرانه رود غربی اردن هستن، یعنی نهاد حزب فتح و در واقع تشکیلات خودگردان، احتیاج به رهبر دارن. باور من بر اینه که اسرائیل اگر این عمل پیش نیاد و اگر عربستان اون تضمین در واقع مالی رو برای فاندو بهشون فلسطین نده، ایجاد نکنه، من فکر میکنم اسرائیل چاره جز متصرف کردن مجدد کرانه رود غربی اردن رو نداره. این برداشت منه بعد از اینکه دارم میبینم، و من فکر میکنم حماس بسیار، آقای بهبهانی، حماس تنها نیست، جهاد اسلامیه، همونه، همون هم هست، جهاد همه همشون و با در همه. ضمن سلاحهایی که داره میاد از طریق جمهوری اسلامی، سلاحهایی که از اردن داره وارد اونجا میشه، انقدر زیاد هست که دیگه حتی خود دیدی دست پس مرده میتونه سلاحشو بفرسته دیگه. خب تا این صحبتی بود زمانی که که ایشون این 3 سال پیش هست، تا زمانی که جمهوری اسلام، همه حرفم اینه، یک کلم است، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست جهان روی خوش نخواهد. خاورمیانه که جای خودش، این که اولین جاییه که بهش ضربه میزنه، جهان روی خوش نخواهد دید. یعنی باید دنیا متوجه بشه که ریشه فساد سر مار توی بیت خامنه ایه و اینو باید بزنی. همین آقای بهبهانی، امروز جمهوری اسلامی چاره جز تغییر استراتژی نداره. این جمهوری نمیتونه و از چرا نقطه میگه نظر، نمیدونم اسم مرده و چرا این حرفا رو میگه، آقای چرا روزنامه کیهانش نمی... از این حرفا شروع کرد؟ اینا که سکوت کرده بودن، اینا که حرف دیگه میزدن، دوباره شروع کرد نمیدونم چی، آل سود آل سود. خواهش میکنم اون جمله آخر من رو تکرار میکنم مجددا، عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خاورمیانه، همین یک کلمه است، یک جمله است. شما توجه بفرمایید، عادی سازی دو همپیمان بزرگ آمریکا در خاورمیانه چه تغییری خواهد داد؟ حالا بعدا هفته دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. آره، مشهد که اینا موش ندونن توش. الان شما دارم بهت میگم، الان اینا دوباره الان مدتی بود از این کلمات در روزنامه های ایران نمیدیدی، آل سعود آل سعود، الان دوباره شروع کردن آل سعود آل سعود کردن. اینا خطرناکن، اینا موجودات کثیفی هستن. شما ما همین اول برنامه راجع به همین جایزه صلح و اینکه خانم محمدی رو کاندید کردن و جایزه رو به ایشون خواهند داد، دیدیم که عکس العملاشون رو داریم میبینیم، خب چجوری به جلز و ولز افتادن. من ربط دادم به دادگاه حمید نوری، اینکه اصلا هفته آینده این دوتا جانی جنایتکار حاضرن بیان در دادگاه با این شرایط. من شک کردم، فکر میکنم یه ذره داستان تغییر میکنه، ولی در این که آمریکا... زمان به شما و من ثابت خواهد کرد که کدام ما درست داریم میگیم. من برداشت رو که دارم میبینم در صحنه بین المللی، با در نظر گرفتن مسئله اوکراین، با در نظر گرفتن اینکه امروز اروپا متوجه شده کجای حرف من غلطه، نه منظورم که کل غلط شما میگم شما درست میگی، اون چیه غلط من؟ اختلاف نظری که سر نوسازی خاورمیانه و خاورمیانه، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این اتفاق نمیفته، نوسازی صورت نمیگیره. من میگم با جمهوری اسلامی هم میتونه،
میتونه این دو کشور میتونن با هم دیگه هم پیمان بشن، عربستان این یه سعودی و بحث اسرائیل. دیگر این یه بحث دیگر این که ما یه آینده روشنی رو تصویر کنیم که خاورمیانه اروپا میشود، حرفایی که بن سلمان میدونی، خود شما میدونی که من جز کسانی هستم که به بن سلمان باور دارم، از حضورش خوشحالم، از همون صحنه اول که اومد خوشحالم، حتی سر جریان قاشقچی گفتم این پوست خربوزه رو انداختن زیر پاش و میبینی گاهی اینو هی میارن بالا ولی زورشون نمیرسه، برای اینکه نیاز دارن به این که این اتفاق بیفته. نمیتونه آقا ایشون نمیتونه خاورمیانه رو اروپا بکنه آقای بهبهانی، ولی میتونه گرسنگان خاورمیانه که فلسطینی ها و مصری ها و بقیه هستند رو شکمشون رو پر بکنه. اون کریدور اقتصادی که هند، خاورمیانه و اروپا داره صحبت میکنیم، دو یک گازنباریه که از یک طرف چینی ها رو مورد اصابت قرار میده و از یک طرف به خاورمیانه. آقای بهبهانی، مسئله تقسیم ثروت در خاورمیانه است. این پول نفتی که از اینجا تولید میشه به مردم گرسنه افغانستان و ایران و مصر و کشورهای دیگه نمیرسه دیگه، همش داده توسط این رهبران فاسد استفاده میشه. بنابراین شاید این برنامه بتونه بکنه، در حال میگم من آدم خوشبینی هستم. خب شما خوشبین نیستید، that's okay. نفهمیدم، بازم نفهمیدم که نقطه اختلاف کجاست. نقطه اختلاف اینه که من فکر میکنم بعد از عادی‌سازی روابط اسرائیل و با وجود جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی با وجود جمهوری اسلامی حالا نگاه کن، بشینیم نگاه کنیم اینو، نقطه اختلاف اینجا حالا معلوم روشن شد، حالا نگاه میکنیم با هم دیگه. شما هستی و ما نیستیم، ولی یادت باشه سر قبرم بیا بگو حق به جانبت بود. اما بپرسم از شما که این داستان رفقایی تو خیلی مثل خودت خیلی باحاله، چی شد این بابا آقای مکارتی 15 بار رای گیری کردن تا این بشه سخنگوی جمهوری خواهان یا سخنگوی مجلس نمایندگان در آمریکا؟ 15 بار رای گرفتن، ای نشد، هر بار گرفتن نشد. بعد این هفته گذشته یه کاری کرد، کار خوبی هم کرد و نذاشت که دولت تعطیل بشه. خب اگه این دولت تعطیل بشه خیلی مسائل به وجود میاد. مثلا اول داستانش اینه که کسانی که در سفر هستن، فرض کن برای مسئله رفته گردش، آره کار، برای هر چی از آمریکا رفته بیرون، نمیتونه برگرده چون که اون بخش امنیت فرودگاه که دولتیه اون تعطیل میشه، پروازا مختل میشه، نمیدونم اصلا زندگی از کار میافته. حالا درسته بخش اورژانس و پزشکی و اینا کار میکنه، ولی خیلی این کمک کرد، بالاخره یه فرجه 45 روزه داد، گفت آقا 45 روزه دیگه برگردیم. ولی با دموکرات ها همراهی کرد در این زمینه و این اون بخش رفقای شما رو در جمهوری خواه های قدری عصبانی کرد. بعد اون پسره که خودش خیلی داستانها داره و اونم مثل خود مکارتی دوتاییشون رفیق ترامپن، اومد گفتش من تو رو استیضاح میکنم و موشن میبرم برای تو، بر علیه تو لایحه میارم علیه تو. اونم گفت اگه میتونی بیار ببینیم چیکار میکنی. یادش رفت که این 15 دفعه رأی گرفتن تا این شد، اینجوری شد سخنگو، و با یک رأی با یه نفر که درخواست کرد موافقت کردن و اینو انداختن کنار. حالا بس بسر اینه که چه کسی میتونه در حقیقت رئیس مجلس بشود. خب رئیس مجلس پست مهمیه، برای اینکه اگر اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته خب بعدش نمیدونم معاونش میتونه اداره کنه، اما اگر معاون هم از کار افتاد اون وقت رئیس مجلسه که دولت رو به دست میگیره. پست خیلی 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 مهمی، از سنا بالاتر این صندلی، برای اینکه تعداد نماینده هاش هم بیشتره. چی میبینی اصلا این وضع چی بود؟ چه و الان صحبت سر اینه که آقای ترامپ رو بیارن بشونن اونجا. آیا ترامپ یه شخصیتیه که میتونه بشینه اونجا سکوت کنه، همه حرف بزنه، این نگاه کنه فقط؟
چطوری میبینی این صحنه رو؟ چی شد اصلا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ آقای بانی، شما بعضی این اخبار رو که میبینین، ببخشید، اینا اراجیفه. آقای ترامپ اول باید بره انتخاب بشه در یه حالا شهر، یه منطقه، مثلا در فلوریدا، بعد رأی بیاره، از اونجا به عنوان نماینده بیاد. اصلا نه، میگن از بیرون هم در شرایط خاص میتونه از بیرون یکی رو ببرید، بگه آقا کسی نیست، از بیرون بیار بکنش رئیس مجلس. میتونه از بیرون آدم بیاره. قوانینی که در مجلس نمایندگان آمریکا هست، اینا ببخشید دوباره همون میگن بهش آتو آشغالای خبری، میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن. بذاریم که ترامپ رفیق راجب شهر زده. آقای بهبانی، اخبار درست بعد بخونیم، اخبار درست مطالعه بکنیم، تا اینکه بتونیم اطلاعات درست به شنوندگان و بینندگان در حال رفقات میگن. من نمیگم که دوست من نیست، من که خودم همیشه صبح تا شب اینجا میگم میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن. خب بگو بگو. هفته گذشته، یعنی چند روز گذشته، برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک سخنگوی مجلس از یک حزبی برکنار شد. اهمیت نداره که کی برکنارش کرد، الان میرسیم به اون مسئله. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک سخنگوی مجلس برکنار شد، که به نظر من یک امر تاریخی بود و یک مسئله رو نشون داد، و اون شکاف عمیق نه تنها بین دو حزب بزرگ آمریکا که حزب جمهوری خواه و حزب در واقع دموکرات هست، به خصوص این مسئله نشون داد که در داخل این احزاب، این حزب جمهوری خواه، جناح دست راست افراطی و جناح اصلی با هم اختلافات عمیقی رو دارن. همینطور در داخل حزب دموکرات، منتها امروز حزب دموکرات تونسته به خودش یه ذره به قول معروف آرایش بکنه، بتونه بفروشه خودشو. اتفاق دیگری هم البته زیاد بهش اشاره نکردن، روز دوشنبه پیش رو آقای کندی که از خاندان کندی هستن، خودشون رو به عنوان نماینده کاندید دارن میکنن برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا به عنوان حزب مستقل یا نماینده حزب مستقل شرکت بکنن. چرا این دارم اشاره میکنم؟ برای اینکه اینا به هم ربط داره. امروز راجع به آقای کندی صحبت نخواهم کرد، در دفعه بعد صحبت کنیم. همطور گفتم مسئله تاریخی بود. آقای کوین مکارتی از ایالت کالیفرنیا هستند، یکی از دوستان، حالا میخوام بگم صمیم، ولی دوستان خوبی هستن با خانم پلوسی. خانم پلوسی هم از کالیفرنیا هستن و آقای مکارتی یک سری اشتباهاتی رو کرد که در باور خودش، در واقع چون خیلی میخواست این پست رو داشته باشه به عنوان سخنگوی مجلس از حزب جمهوری خواه، متوجه نشد در این مسیری که میخواست خودش رو کاندید بکنه. شما اشاره کردید 15 بار رأی گرفتن تا ایشون سخنگو شد. در اون 15 بار رأی گیری، هر دفعه آقای کوین مکارتی مجبور شد که یک امتیازی به این 7-8 نفر ببخشد، قرازه‌ای که در حزب جمهوری خواه هستن بده، که ایشون آقای گیت هست، که ایشون شکایت زیادی از ایشون شده در داخل کمیته اخلاقی کنگره آمریکا و امکان اینکه ایشون رو بیرون بکنن هست. ولی آقای گیت که این لایحه رو آورد که آقای سخنگوی مجلس رو، مکارتنی رو بردارند، از فلوریدا هست و ایشون اون اسپریشن، اون افکاری رو داره که بتونه گاورنر در واقع فلوریدا بشه بعد از آقای دیسنتس، و در واقع بتونه حتی وارد سنای آمریکا و افکار و در واقع سیاست های نزدیک به آقای ترامپ رو داره و در اون گروه جناح دست راستی افراطی هستند. آقای کوین مکارتی در زمانی که میخواست سخنگو بشه، مجبور شد این امتیاز رو به این 6 نفری که در واقع، البته 8 نفر از حزب جمهوری خواه رأی دادن که آقای مکارتی برکنار بشه، به اضافه تمامی دموکرات ها. اگه چند نفر از دموکرات ها رأی نمیدادن، ایشون مونده بود سر کار. و الان به موقعیت دموکرات ها هم خواهم رسید. این رأی گیری انجام شد و در یک حالت خیلی سورپرایزینگ آقای مکارتی برکنار شدند.
ایشون در یک مصاحبه که داشتن اومدن خیلی به نظر میرسید که خوشحال بودن چون این پست رو دیگه نمیخواستن. این پستیه که فراموش نکنیم در چندین سال پیش اگه برگردیم به تاریخ آمریکا نگاه بکنیم، آقای بینر همین اشکال رو داشت، بعد از اون آقای پور رایان که زمانی هم میخواستن کاندید معاون رئیس جمهوری آمریکا باشن، ایشون هم دیدیم که کنار رفتن از این مسئله سخنگوی، برای که وضع بسیار مشکلی امروز وضع برای جمهوری خواه وجود داره و این وضع به نظر من هم در داخل سیاست آمریکا هم داخل حزب جمهوری خواه تا 4 سال آینده بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعد ادامه خواهد داشت. در حال خطری که جمهوری خواها ایجاد کردن برای خودشون اینه که این شانس رو به دموکرات ها دادند که در انتخابات پیش روی 2024 بتونن مجلس آمریکا رو از دست جمهوری خواها در بیارن. امروز حزب جمهوری خواه یک حزب شکست خورده است. امروز حتی وقتی آقای پرزیدنت ترامپ اشاره میکنن که این کار نادرستی بود، آقای گیت فکر نمی کرد که تمامی دموکرات ها بیان باهاش رأی بدن و دلیلی هم که ایشون این کارو کرد وقتی ازش سوال کردن گفت من به کسی میخوام سخنگوی مجلس آمریکا باشه که اطمینان رو بکنم. کاری که آقای کوین مکارتی کرده بودن اینه که رفته بودن با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کرده بودن به عنوان رهبر حزب، به عنوان رهبر جمهوری خواها این حقو دارن، مذاکره کرده بودن و مذاکرات که کرده بودن به عنوان یک سیاستمدار و یک سیاستمدار درست خواستن نشون بدن که میتونن این عمل رو در داخل در واقع سنا مجلس آمریکا انجام بده. هفته قبل که در واقع داشت دولت آمریکا بسته میشد، آقای مکاردی با سخنگوی مجلس از جانب جمهوری خواهان معامله رو با در واقع دموکرات ها کردن و این بود که اجازه دادن تا 45 روز بتونن بودجه دولتی رو موقتا به جایی برسونن تا اینکه بتونن مذاکرات کامل بین جمهوری خواه و دموکرات انجام بشه که در اونجا بتونن این در واقع بودجه رسمی رو تایید بکنن. خب این آقای گیتس که خودش این کارو کرده بود از این مسئله خوشش نیامده بود. چرا؟ برای اینکه آقای مکارتی کاری که کرده بود این شانس رو به جمهوری خواه داده بود که مخالفت بکنن با مسئله قطع کمک های نظامی آمریکا به اوکراین. خب اینا میگن که این جنگ ها ما باید بدونیم که پایان این داستان چیه. متاسفانه اون سیاست غلطیه، من در اینجا با این جناح جمهوری خواه که اینطوری تفکر دارن کاملا مخالفم. در حال اتفاقی که افتاد اتفاق جالبی برای تاریخ سیاسی ایالات متحده نداشت. این نشون داد که این آقای گیتس چقدر در واقع فقر فرهنگ سیاسی داره، درک نکرده. دموکرات‌ها خواستن که آقای مکارتی رو بکوبن. من فکر نمی‌کنم کاری که دموکرات‌ها کردن به درست به ثمر برسه. چرا؟ برای اینه که معلوم نیست تا 45 روز آینده یا 40 روز آینده یک سخنگوی مجلس بتونه جایگزین آقای مکارتی بشه و آقای مکارتی دیگه نمیخوان به عنوان سخنگو بیان در داخل این حزب، چون کار بسیار بسیار مشکلیه. امروز همونطوری که من اشاره کردم جناح راست جمهوری خواهان در واقع با قسمت مرکزی حزب جمهوری خواه اشکال داره و اگر نگاه بکنیم وقتی که اون سخنگو شخصیتی مثل آقای مکارتی بوده و میتونسته این اهداف حزب جمهوری خواه رو جلو ببره، وقتی که ایشون دیگه نیست و نگاه میکنیم به وضعیت آقای ترامپ در دادگاه هایی که شروع شده حالا برای هر اتهامی که بهشون زدن، میبینیم که دارن حزب جمهوری خواه رو میکوبن و دارن طریق این حزب رو الک میکنن که آینده آنچنانی نخواهد داشت. دلیلی که من صحبت از کندی کردم که به عنوان نماینده مستقل میخواد بره به همین دلیله، برای اینکه این آقای کندی میتونه هم از حزب جمهوری خواه هم از حزب دموکرات رأی بیاره و شاید هم وضع آقای ترامپ رو خراب تر بکنه و هم وضعیت آقای پرزیدنت بایدن رو خراب تر بکنه. بنابراین اتفاق خوبی نبود که افتاد، کاری بود که بدون تفکر انجام شده بود و اگر شما اومدید سخنگوی مجلس آمریکا رو حذف کردید به چه دلیل؟ آقای گیت ایدئولوژی و متفاوت بودن عقاید سیاسی قسمتی از بودن در سیاسته. شما هر حزبی رو ببینید دچار مسائل داخلی هست. برای این آقای گیت
تفکری رو نداشت پشت سرش، برنامه ای رو نداشت. اگر کس دیگری پرقدرتتر و بهتر از آقای کوین مکارتی بودن که بیان جایگزینشون باشن، من میتونستم بفهمم. ولی امروز متوجه میشیم که آقای گیتس از یک فقر فرهنگ سیاسی داره، نمیتونه اون شعور سیاسی رو برای تصمیم گیری نداره. من فکر میکنم که شاید آقای کوین مکارتی خواستن به بقیه حزب جمهوری خواه نشون بدن که جای اینها در داخل مجلس و سنای آمریکا نیست. در حال روزهای خوبی نیست. من امیدوارم که خیلی سریع سخنگوی مجلس که سومین زمانی که مجلس صحبت میکنه جای سخنگو جای اوله، و در زمانی که مجلسین آمریکا با هم دیگه تشکیل پیدا میکنن میبینیم که سخنگوی مجلس بغل وایس پرزیدنت نماینده معاون رئیس جمهور میشینه، چون سومین نفر در اون خط انتخاباتی است. در حال روزهای خوبی نبود در داخل آمریکا، روزهای خوبی برای جمهوری خواهان نبود، و من فکر میکنم امروز بیشتر و بیشتر داریم نگاه میکنیم به شکاف بیشتر در داخل حزب جمهوری خواه، و شاید تاثیر بذاره این رو مسئله آقای ترامپ، ولی خب تا آخر امسال مسئله بسیار زیادی روشن خواهد شد. بفرمایید. بله ممنونم ازت. آره خیلی شرایط عجق و جقیه، یعنی واقعا آدم نمیدونم چی بگم. نوبت به ما که رسید چرا آمریکا این شکلی شد؟ یعنی یه روزگاری آمریکا یه شخصیت های بزرگی بودند، یا نمیدونم ما کوچیک بودیم اینا رو گنده میدیدیم، یا از اول همینطوری بودن ما یه جوری دیگه بودیم. نمیفهمم واقعا، خیلی حیرت انگیزه این رفتارها، این کردارها. همین داستان آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور چندین دادگاه پشت سر هم داره، بعد هر بار میاد میگه و مردمی که حمایتش میکنن، از همه بامزه تر اونجاست که اون مردمی هستن که اون رو حمایت میکنن و کاندید میدونن اون رو، میگن آقا این میتونه ما رو نجات بده، آدمی که قرار بودش بیاد و اون فاضلاب واشنگتن رو باز کنه تا این آشغالا ردشن، خودش اصلا مصدر همین ماجراست. و عجیبه، واقعا عجیبه. یا اون یکی، یه آدمی مثل منندز، اون خیلی در ماجرای تحریمای ایران کار کرد، آدمی بودش کاملا ایران رو میشناخت، روشای اینا رو بلد بود، میدونست چجوری. بعد یهو معلوم شد که اون آدم شمشش طلا دارم گوشته تو سینه بند زنش، سرزادلوی گوشته تو کاپشنت، من کیف فلانش دموکرات پیشون. آقای بهبانی میدونید فرقی نمیکنه که آره با اون دموکرات، خواستم بگم که فساد فرقی نمیکنه کجاست، یا این ور یا اون ور. باور کن، یعنی این یکی از کسایی بودش که توی داستان تحریم ها خیلی کار کرد، یعنی همه راه های اینا رو یکی پس دیگری میبست و بلد بود. ولی آخر سر یهو دیدیم با خودش رفته با مصریا وابسته بوده، نمیدونم از اونا حق حساب میگرفته. نمیدونم چی میبینی، اصلا صحنه مقابل رو چجوری میبینی؟ آیا واقعا دموکرات ها قادر هستن که، یعنی ببخش، جمهوری خواه قادر هستن بین خودشون یه آدمی رو آدمی دارن که معرفی بکنن اساسا که بیاد جای آقای کوین مکارتی بشینه یا نه؟ چطوری میبینی؟ کسی نگاه نکنه آقا، فقط من و شما هست، یواشکی که به خودم بگم، کسی گوش نمیده. کسانی هستن در داخل حزب جمهوری خواه که جایگزین آقای کوین مکارتی بشن. مثل کی؟ من یکی از نمایندگانی که از فکر کنم از اوهایو هست، فکر کنم نماینده خوبی میتونه باشه، الان اسمشون به خاطرم نیست، ولی مسئله ای که وجود داره اینه که اشخاص سرشناس و اونهایی که کهنه کار سیاست هستند، خودش اسم خودشون رو جلو نخواهند گذاشت، برای اینکه امروز اون شکاف عمیقی که در داخل حزب جمهوری خواه وجود داره، همین آقای گیت که این عمل رو انجام داده، آره خود این مثلا نمیخوان، آقای بهبهانی نمیخوان پا جلو بذارن که خودشون رو معرفی بکنن، بگن ما میتونیم این شکاف ها رو کمتر بکنیم. بنابراین
اگر نگاه بکنیم باید نیروی جوانی باشه و اون نیروی جوان باید بتونه بیاد حل بکنه. متاسفانه آقای بهبهانی تا زمانی که آقای بایدن و آقای ترامپ کنار نرن و اون کهنه بود کهنه های حزب جمهوری ها و کهنه های حزب دموکرات کنار نرن، این وضع در آمریکا عوض نخواهد شد. ولی من این رو به شما اطمینان میدم که شما گفتید تا به ما رسید آمریکا اینطور شد، آمریکا هیچ چیزی نشده. امروز بابا الان سیاست شما نگاه مختلفی کن همین داستان آقای میلر، چی اسمش، رئیس ستاد ارتش، گفتگوهایی که کرده، حرفایی که ترامپ بهش زده، توهینایی که کرده، اینا حالا در رفته گفتگو کرده، بخشایشون میگه، بخشایشون میگه اصلا زبانم قادر نیست که راجبش حرف بزنم. خود نداشت قبلا از این حرفا بوده نمیگفتن؟ یعنی شما اگه برگردین قدری زمان نیکسون رو نگاه بکنید، اگه برگردین زمانی به لیندن جانسون، آره. زمان لیندن جانسون نگاه بکنیم، آقای بهبهانی اون موقع مطبوعات اینطوری باز نبوده، اون موقع یه سری هوج و هیای سیاسی وجود داشته. ولی من این دو نفر که گفتم لیندن جانسون و ریچارد نیکسون، اونا هم کسانی بودن که، یعنی لیندن جانسون شناخته شده بود از اونی که مثلا دهنشو باز میکرد هرچی میخواست به هر کی میخواست میگفت. یعنی بارها با در اوایلی که رابرت مکنامارا هنوز وزیر دفاع آمریکا بود، سخنانی که بین ایشون و رابرت مکنامارا رفت رد و بدل شده بود، بعدها رابرت مکنامارا در کتاب خودش نوشته بود اینها رو. بنابراین اگه بیایم جلو میبینیم که امروز ما قدرت تسخیر کردن اون اخبار رو خیلی بیشتر داریم. رئیس ستاد ارتش آمریکا وقتی که میاد راجع به ترامپ صحبت میکنه چیز تازه رو به ما نگفته، ما این سخنان رو از بقیه شناختیم. آقای ترامپ فکر میکنه که هیچ کس بهتر از ایشون نیست، He is a God gift to earth. این از طرف نمیدونم خداوند متعال پروردگار آقای ترامپ آفریده شده که به تو کره زمین. خب چنین چیزی نیست آقا، همه همین اون یکی که تو همین جریان رای گیری اومد گفتش که من نمیخواستم رای بدم ولی خدا به هم گفت برو رای بده، رفتم بایبل با جون تو گفت خدا به هم گفت برو رای بده. آخه یعنی چی خدا به هم؟ بزنیم من یه خاطره رو داشتم، یه مقاله رو در واره سری جورنال میخوندم، یه خاطره راجع به جنگ یوم کیپور بود. یکی از این فرماندهان ارتش اسرائیل در روز جنگ یوم کیپور که بوده، وقتی که با تانکش میرفته جلو، مثلا 10 تا تانک رو فرماندهی میکرده، این 10 تا تانک دچار اصابت گلوله میشن و فلان و از این حرفا، بنزینشون هم تمام میشه، نبوده که به دستشون برسه. بعد وقتی که میاد میبینه که یه آدم مذهبی، یکی از بچه‌هایی که اونجا داخل تانک کار میکرده، تانک های جلو دچار اصابت میشن، یه تانک سالم میمونه. این فرمانده میاد میره تو این داخل این تانک میشینه، میبینه که خودش هست و یه دونه دو نفر دیگه موندن. یکی از این دو نفر یه آدم مذهبی بوده که کلاه و ریش و از این برنامه ها داشته. این فرمانده دیگه عاجز شده بوده چی کار بکنه، بیرون بیاد، مصری ها میزدن میکشتن، تو هم میمونده، خطر داشته. میگه من دیگه نمیدونم چی کار بکنم. اون آقایی که مذهبی بوده میگه که ما الان برگردیم باید دعای شکرانه بکنیم، بذاریم من یه دعای شکرانه بکنم همه چیز خوب میشه. این آقا تا میاد دعای شکرانه بکنه، یه زده تانک میخوره به این تانک و تانک منفجر میشه، این آقای فرمانده زنده میمونه، یعنی اون دو نفر میمیرن. حالا معامله اینا بمانی وسط جنگ که نمیتونیم بیام دعای شکرانه بخونیم که این آقای فرمانده وقتی این داستان رو تعریف کرد. خیلی داستان طول و دراز، من خیلی خلاصه کردم، چنین چیزی که وجود نداره. حالا ببخشید این گروه های اونجلیکال کریستیان هم اومدن، برای اینکه جوریگه نمیتونم بگم، یه سری آدم ها خر بکنن که به اینا رأی بدن، میان این مسیحیان انجلی رو احساساتی میکنن، میگن شما به ما رأی بدین، شما رأی خدا رو دادین. این خانم یعنی آقا این حرف زده، گفته که به من رسیده که من رأی بدم این آقای مکارتی رو بذارین کنار. الان چیکار میخوام بکنین؟ شما گذاشتین اینو کنار. اون سرباز آمریکایی که الان نمیدونم در کجاست، چرا باید حقوقش قطع بشه؟ یا اون فرماندهان دیگه، یا دولت آمریکا 3 میلیون کارمند داره، نزدیک 1.6 میلیون هم به اضافه این 3 میلیون در پنتاگون و قسمت های نظامی آمریکا کار میکنن، یعنی 4.6 میلیون توسط دولت آمریکا پیرول دارن، باید حقوق بدن.
اونجا رو داشته باشین. 400 هزار نفر ایندیپندنت، یعنی 5 میلیون به بالا کانترکتر دارن. آره کانترکتر دارن. قرار شما دادن 5 میلیون رو چی کار میخواییم بکنیم آقای گیت؟ شما جز من گفتم ایشون شعور سیاسی نداره آقای بهبهانی، اینا هم که میگن خداوند از بالا، البته خب نیروی برتر از ما وجود داره، خدا هم وجود داره، ما همون که داریم مذهب رو میذاریم کنار برای ما کافی آقای بهبهانی. خیلی ممنون، بفرمایید. آره ولی بامزه بود، گفت نمیخواستم رأی بدم ولی صبح خدا به من گفت برو رأی بده. گفت چطوری؟ گفت چی بایبل باز کردم یه آیه اومد که حتما برو رأی بده اینو از کار برکنار کن. نمیدونم ما فقط چی بود مصباح یزدی در ایران نداریم. این ریشه این ماجرا باید خوشه، یه جوری باید اینو خوشگون. اون یکی دیگه شون چی بود؟ کندی بود؟ کی بود نشسته بود داشت قرآن میخون؟ دوباره فیلم ازش گرفته بودن و پخش میکرد. این آقای جیم جوردن هم قراره مثل که اینم یکی از کاندیده هاست، فهم میکنه این شانسی داره؟ تمامی اینها باز به باجگیری هایی که این 7-8 نفر دارن. اشکال عمده که آقای بهبهانی وجود داره اینه که اکثریت شماره نمایندگان جمهوری خواهان در داخل مجلس کمه و این 8 نفر میتونن بازی بکنن. سال دیگه انتخابات میشه اینا پرت میشن از صحنه بیرون؟ بله، چون مجلس نمایندگان هر 2 سال انتخابات میشه، اینا امکان این که حزب دموکرات مجلس رو به دست بگیره بسیار بسیار زیاده بعد از این افتضاحی که این آقا کرده. ببینید آقا ببانی، مشکلی که ایشون ایجاد کرده فقط برای حزب جمهوری خواه نیست، برای حزب دموکرات هم هست. برای حزب دموکرات نمیتونه برنامه هایی که پرزیدنت بایدن و بقیه دارن در اونجا انجام بده. یعنی سناتور هم جوری بیکار میشینن دیگه، چون اول از مجلس باید بیاد به سنا تایید بشه. بنابراین ایشون با تفکر یا فکر درست این کار انجام نداده، ولی آقای جردن یا بقیه میتونن. امروز من فکر میکنم مسئله باجگیری این 8 نفره. اگر این 8 نفر نتونن زیر کنترل در بیان، 6 نفر یا 8 نفر، اوضاع احوال خوبی برای حزب جمهوری خواه من نمیدونم. بفهمید آقا درسته هفته پیش که راجع به خانم فاینشتاین صحبت کردیم گفتی که اینا میخوان کاری بکنن. خانم فاینشتاین جزء همین تیم کاملا هریس بود، یعنی جز، یعنی حرف شما درست در مورد همین ماجرا. ایشون جز کسانی بود که خانم هریس در حقیقت تو تور این خانم بود که از طریق این خانم در حقیقت پروموت شد، رفت شد معاون. و این آقای گوین چیه، آقا نیرسون، ایشون هم یک کسی رو انتخاب کرد که دوباره اینم توی تور خانم کاملا هریسه، یعنی خانمی بله. که انتخاب کرد جانشین خانم فاینشتاین، این هم در تور هیته دوستان و طرفداران جانشین تا انتخابات 2024 آقایه، در اونجا انتخابات انجام خواهد شد. این آقای بله نیسان حرف فقط... درست بود دیگه. بله. اینطوری شد تصادفاً. بله. درست گفتی. خب بعضی موقعا بالاخره ببینیم چه تصادفاً. تصادفاً آقا بسیار ممنون و متشکرم. سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضور دمه. کروات خیلی شیکی هم امروز زده بودی، یادم رفت به شما بگم اول برنامه. شما قبل از برنامه یه سری رجب کروات های آقای آلبرت با هم چک و چونه میزنیم، ولی امروز فرجه نشد خاطر اینکه دیر شده بود همه چی. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو کنیم. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم. با سپاس و بدرود. تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی شما نازنینان نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.